به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم اما قبل از اینکه وارد درس امروز شویم یک شماره به شما اعلام میکنیم شماره را یادداشت کنید شماره ما هست در سد و شما میتونید سوالات خود را از این طریق با ما در میان بگذارید خب های عزیز و نازنین در جلسه هفتم قرار داریم امروز قصد داریم که دو موضوع رو با هم بررسی کنیم اول در رابطه با تحفظ حرارت صحبت میکنیم و در ادامه انجین های احتراقی را مورد بررسی قرار میدیم اما قبل از اینکه وارد این دو موضوع شویم درس جلسه قبل را با حل چند تا سوال با همدیگه یک مرور داشته باشیم پس با ما همراه باشید در جلسه قبل شاگردای عزیز ما در رابطه با انتقال حرارت صحبت کردیم گفتیم که چه زمانی حرارت انتقال پیدا میکنه زمانی که بین دو جسم یا بین جسم و محیط اختلاف درجه حرارت وجود داشته باشه که در این صورت حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه دیگه باز روش های انتقال حرارت مورد بررسی قرار دادیم چند تا روش داشتیم؟ سه تا روش هدایت روش جریان و روش تشعش روش هایی بود که با هم دیگه بررسی کردیم برای یادآوری چند تا سوال با هم دیگه حل کنیم سوال اول با هم میخوانیم اجسام در کدام حالت حرارت را با روش هدایت بهتر انتقال داده میتوانند خب ما گفتیم که در روش هدایت هر سه حالت ماده یعنی جامد، مایع و گاز میتونه که حرارت انتقال پیدا کنه. مکانیزم کار به چی صورت بود؟ مکانیزم کار به این صورت بود دیگه. شما به تخته نگاه کنید. مکانیزم کار به این صورت بود که وقتی جسم گرم با جسم سرد تماس برقرار میکرد. مولکول های جسم سرد که در تماس با مالکول های جسم گرم قرار می گرفتن اینها دارای انرژی می شدن دیگه است؟ مثلا این قسمت مالکول های این قسمت با جسم گرم تماس پیدا می کرد اینها دارای انرژی می شدن گرم می شدن دیگه حرکت اهتزازی اینها بیشتر می شود. دامنه احتزازشون بیشتر می شد به مالکولهای های بعدی انرژی خودشانه وارد میکردن به همین صورت این مالیکول هم گرم میشدن دارای انرژی میشدن اینها هم با حرکت احتزازی انرژی را به مالیکول بعدی منتقل میکردن و به همین صورت که کل جسم ما گرم میشد دیگه خب حالا سوال از ما چی پرسان کرده گفته که در کدام حالت حرارت با روش هدایت بهتر انتقال پیدا کرده میتواند خب شما اگر به مکانیزم کار نگاه کنید و حالت های مواد مورد بررسی قرار بدین میبینید که در جسم جامد چون فاصله بین مالیکول ها کم هسته مالیکول ها نزدیک به هم قرار دارن پس میتونن سریعتر یه انرژی را به مالیکول بعدی خودش منتقل کنه دیگه پس در حالت جامد هسته که انتقال حرارت به روش هدایت بهتر انجام میگیرد اما در بین جامدات هم گفتیم فقط فلزات هست که میتونن انتقال به خوبی به روش هدایت انجام بدن علتش چه؟ علتش برمیگرده به الکترون های آزاد که شما باز در سنف های بعد با الکترون آزاد آشنا میشید سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته در کدام حالت های مواد حرارت به روش جریان منتقل میشه خب ما در جلسه قبل گفتیم که در روش جریان سه تا شرط باید حتما برقرار باشه. اولین شرطی که گفتیم چی بود؟ ماده ما یا باید مایع باشه یا گاز باشه دیگه سهیسته؟ پس این سوال جوابش میشه چی؟ مایع یا گاز اما علت چی هسته؟ علت برمیگرده به مکانیزم کار در روش انتقال حرارت به روش جریان ها باز هم به تخت سیاه نگاه کنید تا این سوال بیشتر تشریح کنیم فرض کنید که شما یک ظرف دارید داخل این ظرف یک مایع قرار دارید مثلا آب انداختید زیر ظرف حرارت روشن میکنید این حرارت به این ظرف انتقال پیدا میکنن. خب نگاه کنید این مایعی که داخل ظرف هسته بعد از مدت گرم میشه مکانیزم کار به چی صورته مکانیزم کار به این صورته که یه قسمتی که گرم میشه مولکول ها در این قسمت مایه که گرم میشن کثافتشون کم میشه انبساط پیدا میکنن سبوک میشن به سمت بالا حرکت میکنن و مولکول های دیگه که سرد هسته جای اینها رو میگیرن و همین شیوه انتقال انجام میشه تا کل آب ما یا مایعی که داخل ظرف هسته گرم شود دیگه خب این این مکانیزم فقط برای مایع و گاز اتفاق میفته چرا برای جامدات بررسی نمی کنیم؟ چون در این روش مالیکول ها خودشان منتقل میشن دیگه یعنی مالیکولی که اینجا گرم شده کثافتش کم میشه انبساط پیدا میکنه به سمت بالا میره اما در حالت جامد شما میدانید که ساختار جامد به یک صورتیه که مالیکول ها نزدیک به هم هستن و حرکت انتقالی ندارن دیگه پس فقط در حالت مایع و حالت گاز هست که ما روش جریان مورد بررسی قرار میدیم سوال بعدی در کدام روش حرارت از طریق جابجایی مالیکول ها منتقل میشه همین الان توضیح دادیم دیگه فقط در روش جریان هست که مالیکولا خودشان منتقل میشن جابجا جا میشن در روش هدایت سر جای خودشان هستن فقط انرژی را از طریق حرکت احتزازی منتقل میکنن دیگه پس میشه روش جریان سوال بعدی در کدام روش انتقال انرژی نیازی به محیط مادی نداریم کدام روش بود سه تا روش گفتیم هدایت جریان تشعشع کدامش بود آفرین بر شما روش تشعشع بود که ما نیاز به محیط مادی نداریم. سوال بعدی انرژی حرارتی آفتاب با کدام روش به زمین میرسه؟ روش هدایت، جریان، تشعشع، با کدام روش میرسه؟ آفرین بر شما با روش تشعشع که نیازی به محیط مادی هم نداریم اما در دو روش قبل یعنی روش هدایت و روش جریان ما نیاز به محیط مادی داریم. وارد بحث امروز میشیم با موضوع تحفظ حرارت شاید عزیز ما در جلسات قبل اگر به خاطر داشته باشید در رابطه با منابع انرژی صحبت کردیم گفتیم که منابع انرژی به دسته تقسیم می چیا بودن شما یادتان هست دیگه منابع انرژی تجدید پذیر و منابع انرژی تجدید ناپذیر دیگه است؟ خب منابع انرژی تجدیدپذیر منابعی بودن که براحتی جایگزین میشن دیگه مثل انرژی آفتاب مثل انرژی باد مثل انرژی امواج آب دیگه اما تجدید ناپذیر مثل زغال سنگ مثل نفت که اینها به مرور زمان تمام میشه و هزاران سال شاید بیشتر هم طول بکشه تا اینها تجدید بشن دیگه پیش هایی که انجام شده چند سال دیگه این منابع انرژی مثل زغال سنگ و نفت خلاص میشه دیگه خب در فصل زمستان که هوا سرد است ما نیاز داریم که انرژی حرارتی ایجاد کنیم دیگه برای گرم کردن خانه ها اما یک قسمت کاره یک قسمت دیگه ای کار ما بتانیم از اطلاف ای انرژی حرارتی جلوگیری کنیم دیگه شما اگر نگاه کنید روی شکل هم ما توضیح دادیم دیگه میبینید که 25 فیصد انرژی حرارتی میتونه از طریق سقف ها اطلاف بشه یا 15 فیصد از طریق کفی خانه ها یا 10 درصد 15 درصد از طریق درس ها و شکاف هایی که در درها وجود داره میتونه انرژی اطلاف بشه دیگه صحیح خب از این طرف که گفتیم منابع انرژی تجدید ناپذیره دیگه ممکنه که خلاص شود از طرف دیگه هزینه های بالایی که در تأمین انرژی وجود داره این ضرورت برای ما ایجاد میکنه که ما بتانیم روش را رو پیدا کنیم تا از اطلاف انرژی جلوگیری کنیم به من برای یک کار خانگی یک سوال برای شما مطرح میکنیم شاگرد عزیز این سوال برای ما جواب بدید سوالیه که چیکار کار کنیم در فصل زمستان تا از اطلاف انرژی حرارتی جلوگیری به عمل بیه و ما بتانیم که در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم روش های خودتان راهکارهای خودتان به شماره دوستیف 964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ببینیم که شما چه روش هایی را برای ما پیشنهاد میدید یکی از وسیله هایی که همه ما و شما در خانه استفاده میکنیم ترموز هستن خب شما ترموز حتما از نزدیک دیدید دیگه ساختار ترموز به چی صورته؟ یک لایه بیرونی داره یک لایه درونی داره و یک در پشت داره دیگه خب این ترموز وقتی که شما آب جوش داخل ترموز قرار میدید این آب جوش گرم نگه میدارن تا حالا فکر کردید که علتش چی هسته؟ ساختار ترموز به چه قسمه که انرژی حرارتی ضایع نمیشه؟ تلف نمیشه؟ خب ساختار ترموز رو با همدیگه بررسی میکنیم خب شما رو این شکل هم میبینید شاگید و عزیز بین لایه بیرونی و لایه درونی ترموز خلا وجود داره هوا وجود داره این خلا یا هوا باعث میشه که حرارت از طریق روش جریان اطلاف نشه انتقال پیدا نکنه از طرفی لایه درونی را اگر در ترموز شما نگاه کنید میبینید که یک لایه صاف و شفاف هست دیگه آیا همینجوری صاف میسازن؟ چرا کدر نمیسازن؟ چرا تیره،, تیره, نمیسازن؟ علت داره علتش هم اینه ما در جلسه قبل هم گفتیم که وقتی سطح ما صاف و سیقل باشه از اطلاف انرژی به روش تشعشو جلوگیری به عمل می و این در پشت یا سر ترمز وقتی شما بستن می کنید باعث میشه که حرارت از طریق روش هدایت هم انتقال پیدا نکنه در واقع یک عایق ایجاد میشه دیگه از هر سه روش اتلاف انرژی ما نداریم و باعث میشه آب جوشش که شما داخلی ترموز قرار میدین همیشه گرم باقی بمانه موضوع بعدی که قصد داریم با هم دیگه بررسی کنیم انجین های احتراقی خب انجین های احتراقی کارش چی هست شاگرد عزیز؟ انجین های احتراقی انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنن کارش همینه دیگه مثل چی؟ مثلا مثل موتر یا موتر سایکل دیگه اینا انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند انجین هایی که داخل این موترها به کار رفته اما مراحل انجام کار در انجین های احتراقی به چه صورت هست چند تا مرحله داریم مرحله رو با هم دیگه بررسی میکنیم اولین مرحله مرحله مکیدن دو مرحله تراکم سه مرحله آتش گرفتن چهار مرحله انجام کار و پنج هم مرحله خروج دود و گاز هستن اما به چه صورته؟ مرحله اول مرحله مکیدنه در مرحله مکیدن شما نگاه کنید به شکل خوب نگاه کنید پیستون به سمت پایین حرکت میکنه وقتی که پیستون به سمت پایین حرکت کرد یک مخلوطی از تل و گاز وارد سیلندر استوانه شکل میشه سیستو این میشه مرحله مکیدن وقتی که پیستون در پایین ترین نقطه خودش قرار گرفت درچه ورودی بسته میشه و مخلوط تل و گاز اینجا درگیر میشه، گرفتار میشه دیگه. خب این میشه مرحله مکیدن. در مرحله بعد که درچه ورودی بسته شده، پیستون دوباره به سمت بالا حرکت میکنه. وقتی که به سمت بالا حرکت میکنه، این مخلوط تل و گاز فشرده میکنه، متراکم میکنه دیگه. و درجه این مخلوط بالا میره. این میشه مرحله تراکم. وقتی که پیستون شما به بالاترین نقطه خودش رسید، شم یا پلک شما شروع به جرقه زدن میکنه و این مخلوط ما آتش میگیره. میشه مرحله آتش گرفتن دیگه. در این قسمت درجه حرارت و فشار خیلی زیادی ایجاد میشه که باعث میشه پیستون شما دوباره به سمت پایین حرکت کنه. وقتی که به سمت پایین حرکت میکنه میشه مرحله انجام کار. اینجایی که انجین های احتراقی کار انجام میدن دیگه سعی شد این میشه مرحله انجام کار وقتی که پیستون به سمت پایین حرکت میکنه وقتی که در پایین ترین نقطه قرار گرفت دریچه های خروجی باز میشه و پیستون دوباره به سمت بالا حرکت میکنه و او دود و گازی که حاصل آتش گرفتن مخلوط تل و گاز بود از طریق دریچه های خروجی و بیرون هدایت میشن این میشه از مراحل انجام کار در انجین های احتراقی پس کار انجین های احتراقی چیه؟ تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی مثل انجین های موتر یا انج... انجین هایی که در موتر سایکل بکار رفتن مشاهده عزیز درس امروز با هم دیگه بررسی کردیم چند تا سوال با هم حل کنیم ببینیم که شما درس به خوبی یاد گرفتید یا خیر که حتما خوب یاد گرفتید سوال با هم بررسی میکنیم سوال ایم میگه که وجود خلا در بین دو لایه بیرونی و داخلی ترموز با کدام روش از انتقال حرارت جلوگیری میکنه کدام روش روش هدایت روش جریان یا روش تشعشع آفرین بر شما وجود خلا باعث میشه که حرارت از طریق روش جریان انتقال پیدا نکنه یک سوال به عنوان کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم سوال برای ما حل کنید سوال بسیار جالبیه به شماره 2964 780 255 4013 برای ما روان کن سوال با هم میخوانیم موهای خیرس قطبی تو خالیه شما اگه موهای اینها را زیر مایکروسکوپ قرار بدین میبینین که به صورت تو خالی هستن دیگه این وضعیت در گرم نگه داشتن بدن خیرس های قطبی که در هوای بسیار سرد قطب قرار دادن کمک زیاد میکنه خب چی نقشی داره؟ این موهای توخالی نقشش چیه؟ باعث میشه که چه اتفاق بیفته که خیرس های قطبی گرم باقی بمانند خب شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما هم خلاص شد ما انجین های احتراقی رو با هم بررسی کردیم و ترموز با هم دیگه ساختارشه یاد گرفتیم یاد گرفتیم که ما چون منابع انرژی محدودی در جهان داریم یاد باید بگیریم که از انرژی از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم خب تا جل... درس جلسه بعد همه شما عزیزانه به الله پاک مس خدا نگهدارتون